سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به زندگی هایده و مهستی، دو خواهر هنرمند ایرانی و حواشی اونها پرداختیم. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. معصومه ددبالا متولد 21 فروردین 1321 در تهران، خواننده پرآوازه ایرانیه که به اسم هنری هایده شناخته میشه. خواننده پرآوازه ایران که بیش از 2 دهه فعالیت به یاد ماندنی داشت. پدرش محمد ددبالا اهل تبریز و مادرش زینت بلغاری اهل گیلان بود. فرزندان خانم هایده کامران، کیوان و نوشین هستند. حس قویش توی زمانبندی موسیقیایی، داشتن ضرب آهنگ روون توی اجرا و بیان شاعرانه و احساسیش همراه تلفیق قدرت حنجره و مهارت توی تکنیک‌های آوازی به صدای اون جنس و تنینی نادر برای اجرای آوازهای خاطره انگیز داده بود. هایده در ابتدا به واسطه صدای توانمند اپرایی و آلتوش و بعدش با دقت بیشتر روی صداش و غزل سرایی های خاص و با احساسش برجسته شد. صدای هایده به لحاظ زیبایی شناختی با صدای خواننده ایرانی دیگری به نام دلکش که از اون قدیمی تر بود مورد مقایسه قرار گرفت. در کنار توانایی زیاد صداش، محبوبیت هایده در میان شنوندگان ایرانی در درجه اول به دلیل تسلطش به اصول و بنیاد موسیقی و صدای زیبا و مجموعه ای از آهنگهای ایرانی و اجرای زیبای ردیفهای آوازی بود. این اجراها جایگاه هنری اون رو در بین خوانندگان بزرگ موسیقی ایرانی توی سده 20 میلادی تثبیت کرد. خواهر کوچکتر اون مهستی هم از خوانندگان معروف ایرانی بود که 4 سال از هایده کوچکتر بود و حدود 3 سال زودتر از هایده خوانندگی رو شروع کرد. شروع مسیر خوانندگی برای هایده راحت و آسون نبود. اون گفته که همسرش با خوانندگی اون و پخش صداش توی رادیو مخالفت‌های زیادی کرد. با اینکه پدر این نابغه آواز به موسیقی ایرانی عشق می‌ورزید و مادرش توی مراسم‌های مذهبی مولودی میخوند و این دو خواهر هم در چنین خانواده هنردوستی بزرگ شده بودند، ولی شرایط زندگی مشترک باعث شد که چند سالی از کار عقب بیفته. جلوگیری همسرش از فعالیت‌های هنریش باعث بیماری و افسردگی شدید هایده شد. اما در این فاصله خواهر کوچکترش مهستی با تشویق هایده فعالیت‌های هنریش رو شروع کرد و خیلی زود هم به شهرت رسید. اما 3 سال بعد هایده دوباره در مسیر آواز و موسیقی وارد شد. هایده شاگرد استادان بزرگ و بی‌نظیری بوده و آموزش رو با علی تجویدی، استاد آواز و ویولون و آهنگساز معروف شروع کرده. استاد تجویدی کسی بود که با دلکش هم همکاری داشت. البته هایده قبل از اینکه تجویدی صدای اون رو بشنوه و قبول کنه که بهش آموزش بده، یه جور تبحر خدادادی و بی‌نظیری داشت. تجویدی بعد از شنیدن صدای هایده خیلی زود به معجزه عمیق در صداش پی برد و در اول صدای وسیع و خوشمیزان هایده آمیزه ای از توجه و احساسات قوی مردم رو به دست آورد. هایده چند بار خودش گفته بود که تحت تأثیر صدای پرقدرت و شیوه آوازخونی دلکش، خواننده صاحب سبک و قدیمی اون دوران، به خوانندگی علاقه‌مند شده بود و توی سال 47 فعالیت حرفه‌ای خودش رو با خوندن قطعه آزاده که اثر استادش علی تجویدی بود و روی آخرین سروده رهی معیری اجرا کرد. اجرای ترانه آزاده با ارکستر بزرگ گلها در رادیو تهران آغاز به یاد ماندنی از کار اون بود و بعد از اجرای چندین اثر دیگر از استاد تجویدی و دیگر آهنگسازان به نام و بی نظیر اون زمان مثل همایون خرم در برنامه گلها، از آغاز دهه 50 به خوندن ترانه های سبک پاپ علاقه‌مند شد. بیشتر از ساخته های فریدون خوشنود، جهانبخش پازوکی،
محمد حیدری و انوشیروان روحانی بودند. هایده در سال 57 چند ماه قبل از انقلاب همراه محسی خواهرش و مادرشون به کشور انگلستان رفتن و تا پایان عمرش این تلخترین خاطره زندگیش بوده. همکاری هایده با آهنگساز سرشناس ایرانی صادق نوجوکی بعد از مهاجرتش به آمریکا بسیار زیاد شد که منجر به ارائه آلبوم‌های بزنتار و شب عشق شد. آلبوم شب عشق به عنوان پرفروش‌ترین آلبوم دهه 60 شرکت ترانه معرفی شد و همچنین آلبوم بزنتار به عنوان بهترین آلبوم سال 1990 یاد شد. هایده فردای کنسرتی در شمال کالیفرنیا بر اثر حمله قلبی فوت کرد و چند روز بعد در گورستان وست وود هالیوود به خاک سپرده شد. هایده توی 30 دی ماه 68 خورشیدی درگذشت. مبتلا به فشار خون بالا و دیابت بود. مراسم خاک سپاری اون با حضور هزاران نفر از ایرانیان مقیم آمریکا و هنرمندان و خواننده‌های زیادی صورت گرفت. هما سرشار، ویگن و حسن شهباز مترجم و سردبیر فصلنامه رهاورد از جمله سخنرانان در مراسم هایده بودند. توی تهران هم علارغم محدودیت‌های زیاد اون زمان گروهی از مردم در مسجد جواد براش مراسم گرفتن و یادش رو گرامی داشتن. ویدیوی مراسمش در لس آنجلس خیلی زود مخفیانه در ایران پخش شد. توی فروردین 98 شهرداری لس آنجلس ستاره‌ای به نام این هنرمند بی‌نظیر ایرانی در بلوار مشاهیر شهر لس آنجلس در کنار بزرگترین هنرمندان جهان قرار داد و نام هایده رو شورای شهر و شهرداری لس آنجلس به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و هویت ایرانی و میراث هنری این شهر به ثبت رسوندن. همچنین طی مراسمی با حضور شهردار و خانواده و دوستان و طرفداران هایده نام اون در تقویم لس آنجلس به ثبت رسید. محسی خواهر کوچکتر هایده که در اوج جوانی و شروع کار خوانندگیش بود به شکل شوکه کننده‌ای توسط همسرش رها شد. همسرش کوروس نازمیان به دلیل ازدواج با خواننده کوچه بازاری به نام فیروزه اون رو با وجود یک بچه طلاق داد. برای رها شدن از این غم و غصه ترانه‌های غمگین زیادی خوند مثل بیاخونه و بازیچه و دلغک خطاب به شوهر سابقش. محسی بعد از مدتی با بهرام سنندجی صاحب کارخونه بزرگ کفش ازدواج کرد، ولی متاسفانه این زندگی هم دوام زیادی نداشت و از همدیگه جدا شدن. بعد از اون تجربه تلخ جدایی محسی و هایده همراه فرزندانشون و مادرشون ایران رو ترک کردن و به انگلیس و یک سال بعد هم به آمریکا رفتن. هر دو خواهر سالهای پرکار و پر از خاطره سازی برای مردم ایران در سرتاسر دنیا داشتن تا اینکه هایده به شکل شوکه کننده فردای کنسرتش فوت کرد و محسی دچار شوک روحی و روانی بزرگی شد که یک سال کار نکرد و توی هیچ جمعی حاضر نشد. بعد از اینکه تحت درمان قرار گرفت بعد از چند سال ترانه‌ای به نام تومیای در نظرم رو برای خواهر بزرگترش هایده خوند. محسی انقدر در عرصه خوانندگی قوی و موفق بود که در سال 83 از طرف آکادمی جهانی هنر و ادبیات و رسانه به خاطر 4 دهه فعالیت بی‌نظیرش در زمینه آواز و موسیقی تندیس شیر طلایی رو دریافت کرد. محسی نه اهل دود بود و نه الکل. به گفته خودش عاشق زندگی بود. ورزش روزانه‌ش رو در هیچ صورتی ترک نمی‌کرد و تنها دلخوشیش توی زندگیش دخترش سحر و 2 تا نوه‌های زیباش بودن که متأسفانه مبتلا به بیماری سرطان شد و علارغم شیمی درمانی‌های قوی توی کشور آمریکا توی سال 1386 در سن 60 سالگی فوت کرد و در کنار مزار خواهرش آروم گرفت. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.